وقت همگی به خیر باشه، بنده هاشمی هستم و توی این ویدیو میخوایم با همدیگه پناهندگی توی ترکیه رو بررسی کنیم. اصلا چی شد که خواستم من این کلیپ رو بگیرم؟ یه ویدیویی دیدم از یکی از بچه ها دایرکت برام فرستاد اونو، که یکی تو آمریکا بود یا آقایی بودن و با این در واقع تیتر که حقیقت ترکیه، از خودش ویدیو گرفته بود و حالا توی این ویدیو نکاتی رو که میگه در مورد ترکیه کلا خیلی بد میگه و حالا من کار به حرفاش ندارم، اصلا مهم نیست که دیدگاه یه نفر، هر چیزی که هر کی از هر جایی به شما میگه صرفا دیدگاه اون فرده در مورد اونجا و اصلا روی دیدگاه بقیه تصمیم گیری نکن برای محل سکونت خودتون. جایی که من پیشرفت میکنم ممکنه شما نتونید پیشرفت کنید. از یه آدمی که اینجا اومده میلیاردر شده بپرسید ترکیه خوبه یا نه میگه عالیه، از یه آدمی که اومده بیچاره شده بپرسید میگه افتضاحه. ولی این آدم به گفته خودش 4 سال ترکیه بود، بعد الان آمریکا رفته بود. 80% این موارد پناهندن، کسایی که 4-5 سال و حتی خیلی بیشتر ترکیه گیر میفتن و بعد حالا به جاهای دیگه میرسن یا نمیرسن. این باعث شد که بخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، چیزی که تجربه شخصیش رو خودم دارم، پناهندگی رو خودم بودم، مدت زیادی هم بودم، دوستای پناهنده خیلی داشتم و دارم و قشنگ میدونم از اول تا آخرش رو این چجوری هستن. کلن این جریان براتون باید جالب باشه و خیلی میتونه مفید باشه این ویدیو برای کسایی که میخوان بیان توی این مسیر یا توی این مسیر هستن. امیدوارم که واقعا به کارتون بیاد و با دقت گوش کنید، چون تمام چیزایی که میگم همش واقعیه. پناهندگی کلن چجوریه؟ یه عده از کشورهای مختلف، ایران، افغانستان، سوریه، عراق، به امید این که یه روزی به یه کشور دیگه‌ای، کشور سوم به قول اصطلاح خود پناهنده ها، برسن، اون کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، هر جایی میتونه باشه، برسن توی چند سال آینده، میان وارد ترکیه میشن، خودشونو به سازمان ملل معرفی میکنن، یو ان معرفی میکنن و یه مدت زیادی رو صبر میکنن و بعد به اینا قبولی میدن و میفرستن اینا رو آمریکا و هر کشوری بدون هیچ سرمایه‌ای، بدون اینکه چیز خاصی ازشون بخوان، اینا رو به عنوان پناهنده قبول میکنن توی اون کشورها و حالا دیگه داستانای بعدش رو کاری نداریم. اتفاقی که میفته اینه که این افراد با همین دیدگاهی گفتم بهتون وارد ترکیه میشن و میرن به یو ان یا سازمان ملل خودشون رو معرفی میکنن و میخوان پناهندشیم توی ترکیه و این حالا مشکلمون توی کشور خودمونه. شما یه مشکلی رو ارائه میدید، اون مشکل میتونه ساختگی باشه، مشکل عقیدتی، سیاسی و غیره، که میتونه اصلا الکی باشه این داستان، ولی خب نمیتونن اصلا بیان و اینو در واقع برن پیگیری کنن ببینن که هم چیزی بوده نبوده و به هر صورت به شما میگن که صبر کنید. یه تاریخ مصاحبه‌ای بهتون میدن، میگن برفرض 2 سال دیگه تاریخ شما میرسه، بیاید و کاراتون رو انجام میدیم و میفرستیمتون کشور دیگه. ولی اتفاقی که این بین میفته خیلی مهمه، اتفاقی که این بین میفته اینه که شما رو توی شهر کوچیکی میفرستن، خیلی کوچیک، فکر نکنید که استانبول، آنکارا، ازمیر، اصلا نشید اسم اون شهر رو، اصلا اسم اون شهر شنیده نشده هیچ جا، با یه جمعیت خیلی کم، خیلی اصلا یه خیابون، مثلا یه شهر این مدلی، که برای کسی که از ایران یهو خارج میشه، حالا یا قاچاق میاد، پناهنده مدل مختلف دارن، قاچاق میان با قانونی میان، همه مدل دارن، وارد ترکیه، وارد غربت میشه، کلن واسهش خیلی تازگی داره و غریب همه چی، غربت دیگه. توی محیط خیلی خوب هم شاید دلتنگی های خودش رو داشته باشه، مسائل خودش و مشکل خودش داشته باشه، همه چی هست. حالا میاد توی محیطی قرار میگیره که اصلا خیلی کوچیکه و
کم جمعیت و فضای رشدی نداره، توی اونجا توی اون شهرها اجازه کار ندارن، کاری وجود نداره که بخوان انجام بدن. یه شهر کوچیک مثلا برفرض دارم میگم جمعیت خیلی کم، اصلا کاری نیست که بخواید برید مشغول بشید که بتون امرار معاش کنید. خدماتی ارائه نمیشه، چیز خاصی اصلا نداره، تفریحی نیست، هیچ چیزی نیست. خود غربت شما رو اولش یه جورایی اذیت میکنه، حالا چه برسه که یه محیطی باشه که هیچ کدوم اینا هم نیست، یعنی شما اصلا نه تفریح نه کار هیچی ندارید. یه مدتی میگذره، مشکلات دیگه ای به وجود میاد براتون. مشکلات دیگه چیه؟ اینه که اکثر ساکنین اون شهر، یعنی 99% ساکنین اون شهر، بومیای خود همون شهرن. اکثرا سمبالهایی ان که اونجا بزرگ شدن یا جوونایی ان که اونجا دارن رشد میکنن. در مورد سمبالها که خب برای چی میگم سمبالها؟ چون اکثر جوونا به یه سنی که میرسن دانشگاه قبول میشن میرن شهرهای دیگه، یا خیلی کم پیش میاد تو اون شهرها بخوام بمونن. فضای رشد و پیشرفتی نداره شهرهای کوچیک، اینو که هممون میدونیم، ایران همین شکلیه، امکاناتی نداره شهرهای کوچیک. اکثرا سمبالهایی هستن که تا همین ماه قبلش هیچ خارجی رو از نزدیک ندیدن، اصلا نمیدونن چیه این داستان، این قضیه. یوهو مثلا یه تعداد خارجی وارد شهر میشن، یه عده خارجی میان توی شهر و اونا هم حالا یه سری آزادی ها رو دارن که قبلا ایران نداشتن. یوهو وارد فضا جدیدی میشن، یه سری آزادی، یه سری چیزا هست. همه مدل آدم هم تو اینا هست، از فرهنگ های مختلف، بینش های مختلف، عقیده های مختلف، همه چی تو اینا هست. اون بومیا چیزای جدیدی رو از اینا میبینن، چیزایی قبلا ندیدن، یه کارهای اتفاقایی، یه رفتارهایی توی این مدت انجام میشه. و خب اکثر کسایی که تو شهرهای کوچیک زندگی میکنن برفرض مسلمونن، خیلی آدمای دینی، یعنی یه سری چیزا عادت ندارن، یه سری رفتارها، یه سری کارا رو طی مدت زیاد، این مسئله میاد رو 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اتفاقی که میفته اینه که از این خارجی‌ها بدشون میاد. این که دارم میگم تمام صحبتایی که الان دارم میکنم 100% نیستا، این کلیت قضیه پناهندگیه. و خب افراد اونجا توی این مدت از جیب خوردن و کار خاصی نتونستن انجام بدن، پیشرفت خاصی نکردن، منتظر اون روز مصاحبه و اون بلیطن که برن کشور دیگه ای. و این ابعادش رو بکنه توی 5 سال 6 سال، من تا 10-15 سالم دیدم که بودن افراد اونجا تو شهرگیر افتاده بودن. 4-5 سال میگذره، حالا تو کارات اولش 30% افراد، 40% افراد بر میگردن ایران. چرا؟ چون دیگه نمیتونن تحمل کنن شرایط الانشونو، یه خسته میشن، آقا بس دیگه، مثلا چقدر وایسیم به هوای، چقدر جیب بخوریم، چقدر کارهای سخت بدنی انجام بدیم، فشار روحی که رومون هست، خیلی موارد مختلف، اصلا بگم تمومی نداره. طرف برای خونش تلویزیون نمیره بخره که من میخوام 6 ماه دیگه آمریکا باشم، برای چی بهم هزینه کنم اینو بخرم؟ و اکثر کسانی که میان وضعیت مالی خیلی خوبی ایران نداشتن، اصلا ایران چیزی نداشتن که بخوان اینجا رو چیزی داشته باشن. اینجا کارگری ایران هم خب طرف خیلی پادشاهی زندگی نمی‌کرده، ولی حداقل ایران به هر حال شرایط خیلی بهتری نسبت اینجا داشته و این شرایط هر روز وخیم‌تر میشه براش. چرا؟ چون اگه کار هست کار بدنی سخته، بعد از یه مدت دیگه بیمه ها رو قطع کردن، فرض کنید که اصلا طرف بیمارستان هم نمیتونه بره، مشکلات روحی روانی داره، بیمارستان هم دیگه نمیتونه بره خودش نشون بده، پول دیگه نداره اونقدر که خواهد بیمارستان بره. افسردگی که اون شهر برای طرف ایجاد میکنه، اون اتفاقاتی که تو اون مدت براش میفته، یه سری آدمای دیگه اومدن دور و برش که اینا هم مثل خودش دارن افسرده میشن. ایران هر مشکلی داشتن چند برابر شده، مشکلات مالی دارن، مشکلات روحی دارن، یه مش آدمای بیمار میشن. و تی اون 4-5 سال دیگه حالا یه شهر رو داریم که پر از آدمایی که منتظر رفتنن، همین انتظار خود شما رو بعد مدت دیگه از لحاظ روانی به هم میریزه. آدمایی ان که دیگه یه جورای بیمار روانی ان، افسردن، نمیتونن اصلا برن بیمارستان، حتی دیگه خودشون نشون بدن بعد یه مدتی به خاطر مسائل مالی که هست اونجا. و یه در میبینن که قبول میشن میرن یه کشور دیگه، حالا هر طریق قاچاقی میرن قبول میشن، نمیدونم یه جوری خودشون میرسن کشور دیگه، اونا رو میبینن که اینا دارن میرن، ما چرا موندیم؟ مثل زندان که بقیه دارن آزاد میشن، شما اونجا موندید، یه همچه اتفاق براتون میفته. و
بعد از همون 4-5 ساله دیگه اینا خیلی اوضاع خرابتر هم شده، دیگه حتی خونه هم به اینا نمیدن مثلا اجاره بخوان بکنن این خونه ای رو. اتفاقی برای اکثر افراد میفته اینه که دیگه طرف از لحاظ مالی که دیگه اوضاعش خیلی خراب شده، از لحاظ خونه زندگی هم که اصلا الان دیگه یه جوری شده که هر کی که اسمش در اومده خواسته بره کشور دیگه یا تونسته قاچاقی بره، خونه رو ول کرده رفته، تمام اون ترکا، تمام اون صابخونه هم از خارجه دیگه بعدشون میاد، همه دیگه اینجوری ابعاد گسترده تر میشه. و اتفاقی که میفته اینه که 30-40% برمیگردن ایران، 30-40% پولی قرض میکنن، کارهای دیگه ای میکنن، به زور خودشونو میرسونن کشور دیگه، بچه هاشون حتی شده من دیدن ول میکنن میرن، یعنی اینقدر اوضاع خرابه، میرن کشور دیگه، میمونن 40-50% دیگه تو اینا، یعنی نصفشون یا نصف کمترشون میمونن منتظرن به امید اون روز. و اینا انقدری دیگه بهشون فشار میاد، یعنی این زمانه هی زیاد میشه و انقدری بهشون فشار میاد که واقعا عقده هایی توشون میمونه که واقعا نمیدونم هیچ جوری شاید جبران نشه. زندگی توی شهر خیلی خیلی کوچیک همه جور گیر و گرفتاری داره، اصلا نمیفهمید چه برای داره سرتون میاد، ولی اصلا یه جورایی از بین میرید کم کم. جوان هایی که میتونن خودشون میکشن بیرون از اون شهرها، شده انتقالی بگیرن از طریق دانشگاه، از طریق کار، همه جوره خودشون میکشن بیرون میرن. کسایی که یه خوره پول دارن میرن یه خونه استانبول میخرن، شهرهای دیگه میخرن، خودشون میکشن بیرون اونجا میرن. ولی یه عده دیگه میمونن که اینا نه پول دارن، نه دانشگاه میتونن ثبت نام کنن، نه تخصصی داشتن برن بیمه کاری چیزی بگیرن، هیچی. یعنی آدمایی که نه راه پس نه راه پیش دارن میمونن. و این خیلی وحشتناکه، درکش برای من و شما که شاید تو شرایط نیستیم خیلی سخت باشه، مثل کسی که خانوما رو تو ایران درک نمیکنه داره چه فشاری بهشون میاد توی ایران، ماها نمیفهمیم چه بلایی داره سر زنا خانوما اونا تو ایران میاد. کسایی که از ایران میان بیرون، خانومایی که از ایران میان بیرون تازه خودشون نشون میدن که چه اتفاقی براشون تو ایران افتاده بوده. اکثر کسایی که میان هنرمندا رو میبینید میان بیرون سری کشف جاب و نمیدونم کارهای دیگه انجام میدن که نشون میده تو ایران یه فشار خیلی عجیب و غریبی روشون بوده. شاید بذار بگیم بابا چیزی نیست، مثلا حالا اتفاق نیفتاده که برفرض رفتی بهت کار ندادن، یا اگر هم دادن بهت پیشنهادای بد بعدش دادن، یا تو جامعه اینا رو اتفاق افتاده فلان اینا، حالا نداره چیزی نیست. ولی توی طرف اتفاقات بدی داره میفته که این باعث میشه که وقتی که از ایران اومد بیرون، حالا عقده‌اش میزنه بیرون، نشون میده که کی بود، چی تو شکل گرفت. قضیه پناهجو هم دقیقاً همینه، از دور میگیم می فشار روی اینا نیست، اتفاقا قرار سر کار نتونستی بری، کارت خیلی سخت سنگینه، تعمل کار میگذره دیگه، تو قرار بری آمریکا، میگذره اون چیزی نیست، حالا شهر کوچیکه، نمیدونم تنوعی نیست، تفریحی نیست، خیلی مسائل دیگه نیست، امکاناتی نیست، نداره، حالا تعمل کن یه سال دیگه هم، امسال دیگه به حال درست میشه، سال دیگه درست میشه، هر سال داره به همین امید برای طرف میگذره. و اتفاقی که توش میفته واقعا وحشتناکه که جوری میشه طرف میرسه آمریکا، سریع از خودش فیلم میگیره که من رسیدم آمریکا، الان دیگه اونایی که تو اون شهرم میبینن، تو اون کشورم میبینن، طرف رسید، ما اصلا عقب موندیم. و دقیقا همون آقایی میشه که میشینه از ترکیه بد میگه و اصلا دیگه ترکیه نیست. وقتی شما تو اون شهر گیر افتادن یه جای دیگه، فضای دیگه، دنیای دیگه ای اصلا اونجا. ترکیه کجا بود؟ دوستان نزدیکی داشتم و دارم که اصلا درکشون و چیزی که از ترکیه الان تو ذهنشونه یه فضای خیلی کوچیکه، اصلا یه چیز دیگه ایه. زیبایی های استانبول که حالا من آخر هفته است برم لبه دریا، برم فلوریا، برم نمیدونم پاساژ خرید کنم، این کارو کنم، برنده فلان بخرم، این خبرها اصلا نیست، یه چیز دیگه کنن دارن میبینن، اصلا اونا اصلا ترکیه رو نمیبینن، یه جای دیگه ایه کلا اونجا. این اتفاق باعث میشه اون عقده ها بزنه بالا و یه نمیدونم اصلا چیلی میشه توصیف کرد این قضیه رو، ولی اصلا من توصیه نمی کنم. توی پیجم هم گذاشتم، گفتم کسایی که توی این مسیر بودن و هستن بیان بهمون بگن از شرایطشون. خیلی اومدن گفتن که کسی که از جونش سیر شده و جونش در خطره بیاد این کار رو کنه،
خیلی‌ها بودن رفتن الان آمریکا، الان استرالیا، الان ولی توی اون چند سال مخصوصا شرایط الان، حالا یه بار ترامپ اومده 4 سال علاف شدیم، حالا اتفاق افتاد، الان دیگه مثل قدیم نیست که راحت بیاید و برید کشور دیگه‌ای، خیلی سخت می‌گیرن. اتفاقی که اون بین براتون میفته، امیدوارم فقط جوونیتون رو از بین نبره، یعنی چیزی نباشه که درونتون اتفاقای بد براتون بیفته. و فکر کنم دیگه چه چیزی میتونم بگم اینجا، حالا از تجربیات خیلی ها میتونم براتون بگم، شهرهای کوچیک خیلی موارد زیادی رو داره، صابخونه هایی که اذیتتون میکنن، از نوع شب به بعد تردد نکنید، این چی آوردی خونه، اینو چرا این کارو کردی، چرا اینجوری میکنی اونجوری میکنی، کلاهایی که سرتون میره، ایرانی های دیگه انقدر اوضاعشون خراب میشه که مجبورن سر هم دیگه کلاه بذارن، یا حالا کلا خارجی ها یا ترک ها، فرقی نمیکنه، همه افراد شهرهای بزرگ اتفاقات میفته، ولی شهرهای کوچیک به نظر من یه مدل دیگه اتفاق میفته. خیلی دخترا رو من دیدم که میگن مثلا لباس حالا کوتاه میپوشیم بیرون نگاه میکنن، مذهبی هم مردم یا کلا اذیتشون میکنن، برای تحصیل نمیتونن دانشگاه خوب برن، با حتما شهرشون رو عوض کنن، از پس هزینه هاشون بر نمیان که شهرشون رو عوض کنن، و کلی اتفاقات دیگه که خیلی طولانی میشه بخوام صحبت کنم، میتونم براتون تا صبح در مورد این اتفاقات و این روند و پروسه پناهندگی صحبت کنم. یه پرونده‌ای که باز میشه، ولی اینکه چه این بسته بشه، فشار و زمانی متوجه میشید، حالا اینو بگم و کلن دیگه تمامش کنم، خیلی غم‌انگیز میشه بخوام ادامه بدم، زمانی متوجه میشین داستانه که آمار رو نگاه کنید، آمار خودکشی ها رو نگاه کنید تو بین جوانای کم سن و سال، اصلا که دیگه از زندگی سیر میشن، اصلا نمیدونن دیگه چی کار کنن، و خودکشی بارها شنیدیم بوده توی شهری که هزار تا دونه ایرانی بوده، من به شخصه اینو شنیدم و دیدم و بوده، هزار تا دونه کلن ایرانی بوده، تا یک سال 2 قتل وحشتناک جنایت داشتیم، یعنی اصلا استانبول در مقابل شوخیه اتفاقاتی که اینجا میفته، چیزایی اونجا بوده، تیک تیکه کردن جسدها و یه سری اتفاقات وحشتناک خیلی غم انگیز، آدمایی هم بودن که پیشرفت کردن، آدمایی هم بودن که آدم حسابی بودن و پناهنده اومدن شدن بعدش، آدمایی بودن که وضعشون خوب بود اومدن پناهنده شدن رفتن، الان وضعشون خیلی توپه یا آمریکان یا جای دیگه ان یا همینجا ترکوندن، ولی درصدشون خیلی کمه. و اگر تخصص خاصی ندارید، اگر سرمایه خاصی ندارید، اگر کلا چیزی واسه از دست دادن ندارید، معجزه قرار است اون اتفاق بیفته، فقط این افراد به هوای این که توی آمریکا، توی اروپا، توی استرالیا دولت ما رو ساپورت بکنه دارن میرن، به نظر من، یعنی کسی که الان مثلا 30 سالشش تخصصی نداره توی هیچ زمینه‌ای، خب میخواد بره آمریکا، الان تازه بری کار یاد بگیره مثلا که چی، خب قبلا یاد میگرفته، اگه واقعا قرار بود موفق بشی، عرفشو دارم میگم، شاید کسی هم باشن که 50 سالشون تازه میان کار یاد میگیرن موفق هم میشن، ولی این اصولیش نیست، به نظرم قشنگ نیست کلا که فکر کنیم که الان اینا الان میخوان قراره معجزه ای انجام بشه یا چیز خیلی اتفاقی خاصی قراره بیفته، نه، واسه کسی که سرمایه داره، چه ترکیه، چه آلمان، چه کشورهای این سیستمی که رو مالیات داره میچرخه، اگه بخوان کاری راه بندازید، چیزی که دیدم بارها جاهای مختلف بهش اشاره شده، میگن که کار را بندازی تو ترکیه، نمیدونم حالا مافیا هست و دولت نمیذاره پیشرفت کنی، این داستانا هست، کسایی واقعا تحقیق اومدن کردن دیدن میخوام مثلا کار املاک راه بندازن، سودش انقدری بالاست، من بوده یعنی صحبت کردم باشون از نزدیک، طرف داره هفته یه پاسپورت واسه ایرانی ها میگیره، هفته یه پاسپورت میشه هفته 1 میلیارد تومان، مگه چقدر سرمایه اولش گذاشته؟ خب میخوای این پولو در بیاری، اون میبینی میخوای بشی اون، باید هم مالیات زیاد بدی، باید هم نذارم به این راحتی پیشرفت کنی، به نظر من، چون تخصص خاصی هم که نداری، و برای راه انداختن کسب و کار و گنده شدن توی کارا، دولت یه وقتای جلو شما رو میگیره توی سری مسائل، یه سری هزینه‌های سنگین بهتون میزنه، وگرنه شما خیلی راحت میتونید
یکی دو ساله میلیاردر شید، اصلا کاری نداره، خیلی کمتر از یک سال حتی. و جاهای مثل آمریکا و غیره چرا؟ به نظر من خیلی خوبه، با سرمایه میرید یه کار راه میندازید، پیشرفت میکنید. ولی کشورهایی که رو مالیات میچرخه، مثل ترکیه، مثل اروپا، آلمان، من میدونم اینو، که خیلی راحت اجازه پیشرفت بهتون نمیدن. اگر تخصصی ندارید که خب وضعیت مشخصه براتون که داستان از چه قراره دیگه. همین. و در آخرم دوباره هم نکته اول رو میگم، اگر که میخوام به یک کشوری، هر کشوری مهاجرت کنید، به تخصص خودتون، به بودجه خودتون، به تحمل خودتون، به زندگی خودتون نگاه کنید. اینکه ارشیا نامی رفت آمریکا موفق شد، قرار نیست منم برم موفق شم. آمریکاش هم رفتن پشیمون شدن، ترکیش هم پشیمون شدن، فرق هر جایی ممکنه پشیمون بشه. پس حتما طبق نیازها و دستاوردهای خودتون برید جلو. آرش، یا منم بحثم همینه. به من خیلی از دوستان توی ایران، دوستای گذشته، خیلی از آشنا توی اینستاگرام یه موقع پیام میدن، یه موقع بهم زنگ میزنن که ازت راهنمایی میخوایم، میخوایم بیایم ترکیه پناهنده بشیم. میدونی اون مثلا 4 تا عکس منو نگاه میکنن، اینور اونور فلان، فکر میکنن که خیلی اوضاع رو به راهه. منتها من بهشون میگم شما، این که حالا من تو کار موبل هستم، تو کار کابینت هستم، موبیلیاجی هم در اصل، میگم شما دیسک گردن گرفتن منو ندیدید. اینجا 9000 تا 12000 تا ارزم به خدمتت که پاترونا پولای منو خوردن با جنگ و بدبختی. نه ایشکور میری به یابانجی اصلا اجازه کار نمیدن، عرضم به خدمتت. اینا رو نمیبینن سختیاش. این که چجوری برات بگم، هزینه ها رو واقعا، مثلا از من میپرسن چقدر درآمدته، مثلا من میگم حالا این لیر، بلا فاصله ضرب داره مثلا تومن میکنن، ای چقدر خوب. میگم بابا ما اگه از این ور اون ور اگه پولی نیاد که اصلا با درآمد اینجا دیگه در حال حاضر اصلا نمیشه زندگی کرد. یعنی چندین نفر رو دیدم اومدن با 1000 امید، بعد گیر یه آدمای افتادن 5000 دلار 3000 دلار بابت کیس ازشون گرفتن، نمیدونم کمیسیون گرفتن، براشون خونه اجاره کردن، اومدن یه 10000 لیر ازشون گرفتن، بعد میری وسیله های خونه ای که براشون خریدن همه دست دور میبینی، میبینی 2000 لیر هم نمیارزه. منظورم فقط اینه، میگم تویی که حالا یه تعدادی دنبال کننده داری، دوست داری این کارو داری فعالیت میکنی، یکی از خدمتهای بزرگی که میتونی بکنی به بچه‌هایی که تو ایرانن اینجوری تو فاز پناهندگی ان و اینا، حداقل این که حقیقتا رو بگی، اگه کسی هم خواست بیاد اینجوری تصمیم بگیره. یه موقع هم از آخه من به کسی میگم مثلا نیا، میگه خب اینجوری خودت چرا رفتی؟ اینم هستش. به خاطر اینم نمیشه به کسی بگی نیا، نمیشه به کسی بگی بیا. ولی اینکه همین که حقایقو بگی خودش خیلی کمک میکنه به اینکه حداقل تصمیم درست بگیرن. امیدوارم که موفق و سلامت باشید و تا ویدیوهای بعدی هم خدا نگهدار.